سلام دوستای گلم به دومین جلسه از آموزش مقدماتی لایه بندی در CSS خوش آمدید در این جلسه قصد داریم که به شما نحوه کار رو و نحوه چیدمان در سفر رو با همدیگه یاد بگیریم این دوره به این موضوع میپردازه که یه کاربر بعد از اینکه HTML و CSS رو یاد گرفت چطور این المان ها رو داخل صفحه بچینه ما با همدیگه شروع می‌کنیم و یاد میگیریم که چطور این کار رو انجام بدیم اول این چیزی که شما باید مد نظر داشته باشید که یک پوشه بسازید و فایل های HTML و CSS تون رو مثل من داخل اون پوشه قرار بدید و این دوتا رو به هم مرتبط کنید که قبلا یاد گرفتیم. حالا من یه فایل PST هم دانلود کردم PSD یعنی فایل سیو فتوشاپ یعنی فایلی که با فتوشاپ ساخته شده خب برای شما وقتی میخواید یه وبسایت بسازید یک طرحی باید داشته باشید نمیتونید که همینجوری از خود یه وبسایت بسازید این کار رو گرافیست ها برای ما انجام میدن و ما فقط اون طرحی که اون گرافیست میداره رو با هم دیگه کد میکنیم برای مثال یه طرح اینجا من دانلود کردم این طرح رو یه گرافیست طراحی کرده که قرار ما برای مثال این رو تبدیل کنیم به صفحه HTML این یه صفحه گرافیکی هیچ چیزی نداره یعنی هیچ چیز روش اعمال نمیشه شما تبدیل کنید به کد الان قصد اون تبدیل کردن این صفحه نیست منظورم اینکه باید حتما یه طرحی موجود باشه خب شما طرحتون هم داخل پوشه بذارید داخل همون پوشه ای که CSS و HTML تون رو گذاشتید و با همدیگه کار رو شروع میکنیم اولین چیزی که باید مد نظر داشته باشید اینه که کد هایی که می نویسید باید طوری بنویسید که کمترین کد نویسی انجام بشه یعنی چی یعنی برای مثال در این پی اس دی ببینید بکگراند ما سفیده شما از همین اول به صورت دیفالت بیاید سفید رو بنویسید تا مجبور نشید برای هر لایه بیاید اعلام کنید که بکگراندتون سفیده برای مثال ما میخوام یه خورده رن... تغییرات بدیم و بگیم بکگراند کالر ما رنگش اینه RGB 190 190 190 190 این رنگ تقریبا خاکستری میشه با هم دیگه میبینیم ببین این به اون کمک میکنه دیگه مثلا رنگ وبسایتمون این رنگه دیگه مدام نمیام این رنگ رو عوض کنیم و کد رو طولانی کنیم و هر وقت که پشیمون بشیم مجبوریم چند تا رنگ با هم دیگه عوض کنیم نکته دیگه که باید در نظر داشته باشید اینه که ببینید بیایید و یه فون سایز به صورت دیفالت به بادی بدید برای مثال مثلا پاراگراف هامون اینجا زیادن و فون هاشون هم همینطور مثلا فون سایز 13 داره ببینید این پاراگراف ها این پایین و این وسط به صورت دیفالت فون سایز رو بده 13 فون سایز 13 پیکسل این به ما کمک میکنه که قبل از اینکه حتی پاراگراف رو اون رو نوشته باشیم فون سایزشون رو برای تعیین کردیم یعنی موقع که شما پاراگراف رو دارید می‌نویسید دیگه نمیاد فون سایز رو بنویسید چون به صورت دیفالت توی بادی تعریف کردید از طریق وراثت به تمام تگ‌های پیتون میرسه نکته بعدی که باید در نظر بگیرید اینه که معمولا توی وبسایت از یک نوع فون فامیلی استفاده میشه یعنی تو کل یک وبسایت یه نوع فون فامیلی داریم و احتیاج نیست و قسمت های مختلف وبسایت فوند های مختلف استفاده کنیم مثلا این کار یه جور فول حساب میشه خب پس ما بیایم فونت فامیلی رو به صورت مجزات تعریف میکنیم فونت فامیلی رو وقتی تعریف میکنید به این شکل اینجوری دست شما بسته است و از میان چند تا فونت فقط میتونید یه دونه رو انتخاب کنید اونم فوند های دیفالت اگر شما دلتون میخواد یه فونت جدید رو اضافه کنید این شکلی اضافه نمیکنیم رو من پاک میکنم برای مثال فونت شبنم رو من دانلود میکنم شما میتونید از همین لینک اول از گیت هاب دانلود کنید از همینجا دریافت از اینجا میتونید دانلود کنید بعد از اینکه دانلود کردید میاد و اینجا یه پوشه یه فونت میسازید فونت لاتین بنویسید حتما فونت و فونت شب رو تو اینجا کپی کنید و اکسترکت کنید همینجا کلی فایل بهتون تحویل میده نگران نباشید الان همه رو براتون توضیح که باید چیکار کنید خب اول اینکه توجه داشته باشید اون اوایل که بارزرها نوشته می شدن برای مثال کروم یا آی ای یا مثلا فایرفاکس اینا هر کدوم با یه نوع فرمت از فونت ها کار میکردن برای مثال مثلا شما خوب بود مثلا بیایی و برای مثلا با روزر کروم یه نوع فرمت استفاده کنیم برای مثلا سافاری اپل هم یه نوع فرمت کلا الان این مشکل رو ما هم... کماکان داریم برای اینکه ما بیایم و یک فونت رو تعریف کنیم که در تمام باروزرها چه قدیمی یا چه جدید بدون هیچ مشکلی نمایش داده بشه مجبوریم که بیایم از انواع فرمت های فوند استفاده کنیم ببینید من این فارسی دیجیت رو استفاده می کنم که حروف فارسی هم برای ما نمایش داده میشه ببینید این الان فونتی هایی که ما گذاشتیم فوند هایی که اینجا داره نمایش میده در چهار نسخه ای او تی تی اف او اف و وی او دو اف دو ببینید تکرار میشن فقط فرقشون اینه که حالا از لحاظ فونت وید با هم فرق میکنه این بولد این اف این لایت اف دی هر کدوم دوست داشتی شما میتونید انتخاب کنید فقط تنها کاری که میکنید میایید این چارت هایی که مثلا شما لایت اف رو انتخاب کردید این چارت ها فوند رو برمیذارید کپی میکنید میایید عقبتر حالا یه پوشه دیگه میسازیم اسم فونت فونت حالا اون پوشش رو اسمش عوض میکنیم مثلا دانلود فونت فونت های دانلود شده خب فونتمون رو میرزیم توی اینجا بعد از اینکه فونت هامون رو ریختیم اینجا میاییم و قبل از بادی تعریف میکنیم فونت رو می نویسیم البته اگر از سابلان استفاده می کنید از ساین رو که بریم فونت پلاس رو که بزنید این شکلی بنویسید بعد دکمه تب رو بزنید خودش برای شما تعریف میکنه اگر تعریف نمیکنه ویدیو رو پاس کنید این شکلی که اینجا نوشته شده با هم دیگه می نویسیمش. خب اولین گزینه گزینه فونت نیم هست باید اسم فونتتون رو بنویسید هر چی دلتون میخواد اینجا مینویسید مینویسید مثلا شب مثلا شبنم سیو میکنید من اینا رو براتون توضیح میدم نگران نباشید دو تای آخری که فوند وید و فوند استایل هست با فوند وید و فوند استایل آشنایی داریم فوند استایل برای کج نوشتن یا معول نوشتن و فوند ویت هم برای زخامت فونت ماست خب پس این دو تا گزینه رو متوجه شدید گزینه اولم که اسمه گزینه اول SRC اول برای اینترنت اکسپلور ورژن 9 به بعده برای اینکه فونتمون توی اینترنت اکسپلورر 9 به بعد درست کار کنه اینجا آدرس تعیین می‌کنیم گزینه دوم برای اینترنت اکسپلور 8 و 8 به قبل گزینه سوم برای مرورگرهای جدید مثل کروم و فایرفاکس گزینه چهارم همینطور برای مرورگرهای جدید بجز اینترنت اکسپلور گزینه آخرم برای سیستم‌های قدیمی البته شما نیاز نیست اینا رو بلد باشید که چی برای کدومه فقط کافی که شما هر سری که فونت رو دانلود میکنید بیاید و اینا رو نامگذاری کنید یک بار برای همیشه این کار رو انجام میدید و تر تمام وبسایتتون استفاده میکنید و من میام داخل پوشه هم یادتون باشه که این رو توی پوشه فونت ریختیم یکیش رو رینیم میکنم با F2 اسمش رو بر میدارم فرمتش رو کپی نکنید فقط کل اسمش رو بردارید بیارید و به جای این فایل نیم دو روش چپ کلیک کنید کنترل دی رو بزنید تا تمام فایل نیم ها انتخاب بشن ببینید توی سابلا این کار انجام میدیم و کنترل V و اسم رو عوض میکنه فلش سمت چپ رو بزنید میایید اول اسم فونت رو می نویسید و اسلش رو میزنید این کار رو انجام میدید تا پوشه فونتی که اضافه کردیم آدرس مون درست بشه ببینید ما داخل پوشه فونت نوشتیم پس اسش هم یادتون نره اس رو حتما بنویسید تا فونتتون کار کنه خب ما فعلا اینجا فونت رو تعریف کردیم هنوز استفاده نکردیم و من چون بهتون قول داده بودم طریقه معرفی فونت های فارسی رو بهتون یاد بدم اومدم اینجا فونت ف... فونت رو تعریف کردم فرق نمیکنه برای فونت های لاتین هم میتونید اینو استفاده کنید فونت رو تعریف کردیم طریق دانلود و طریق نامگذاریش هم با هم یاد گرفتیم حالا میخوام با هم دیگه برای یه مثال هم استفادهش کنیم گزینه بعدی که روی بادی باید اعمال کنیم مارجین دیفالت باروزه رو حتما باید صف کنیم یادتون هست که مارجین دیفالت داشتیم این رو حتما صف میکنید و در نهایت فوند فامیلی که اون بالا تعریف کردیم و استفاده ما این فوند فامیلی حالا دیگه میتونیم شبنم رو اینجا بنویسیم شبنم چون اون بالا تعریفش کردیم حالا من یه پی هم اینجا بنویسم تا ببینید فونت شبنم ما کار میکنه فقط سابلاین از حروف فارسی پشتیبانی نمیکنه و برعکس می نمیزه. من اینجا ریفرش می کنم فون سایز پیم هم افزایش میدم ببینید خیلی زیبا فونت شبنم ما رو اعمال کرد من فون فمیلی رو بردارم اینجا اعمال نمیشه ببینید فونت دیفالت ولی فونت فامیلی رو یه بار تعریف کردن تو کل وبسایت اعمال میکنه من حالا اگر h2 h1 هر چی که اینجا ف... البته فارسی فارسی بنویسیم ببینید اینجا اعمال میشه به همین زیبایی امیدوارم این مثال ساده و درس ساده رو یاد گرفته باشید فقط یه سری مرحله که باید یه بار برای همیشه انجام بدید البته توی هر وبسایتی باید انجام داده باشید یه بار انجام میدید و استفاده می کنید.